محمود عباس‌زاده نماینده مجلس گفت حقوق یه نماینده به اندازه حقوق یه کارمند ساده است، ماهی 25 میلیون. تازه ما هم وام گرفتیم، اونم ازش کم میشه. محمود یه باد معده‌اش میمونه، تموم شد دیگه. محمود واسه چی موندی؟ محمود این حقوقی که تو میگیری نمیشه باش زندگی کرد. واسه چی تحت این شرایط سخت داری کار میکنی؟ او به خاطر مردم، ادای دین. محمود این صندلی که مایه 25 میلیون فقط حقوقشه، واسه چی اینقدر سرش جنگه؟ واسه چی بعضیا حاضرن میلیاردها تومان خرج کنن بشینن روی صندلی مایه 25 میلیون بگیرن؟ محمود نزنی حرفو. محمود محمود جای واقعا بگید مسئولین به فکر مردم نیستن، پیگیر نبودن، از منافع مردم حمایت نکردن، دفاع نکردن. دیدی که کردن چیکار کردن؟ همین مسئولین یه بار کوروش کمپانیو پلم کردن. بله مستند و مستنداش هم موجوده که کردن دیگه، مهم نی که آن واسه چی؟ واسه بعدهاشون نه، واسه به خاطر پوشش مشتری ها شو گفتن حجاب نداشتید پلم یه مدت. بله این مهمتره، پوشش از حق و حقوقتون مهمتره. بله واسه پوشش پیگیر میشن چون حق و حقوقتون مگه خودتو عقل ندارید؟ آها بنر زده بودن، مجوز داشتن، بازم مهم نیست، باید تحقیقاتون کامل میکردید. مسئولین فقط توی بحث ورود میکنن. آره پلم کرد که چی میخواد؟ آه نمیشه. نماینده کارگران تو شورای عالی کار گفته حداقل سبد معیشتی کارگران باید 16-17 میلیون باشه. خسته نباشی، یعنی همین سبد حداقلی دو برابر حقوق یک کارگرن. تازه حقوقی هم که میگیره نصفش میره واسه کرای خونه، آب، برق. یعنی فعلا سبد معیشتی کارگر حدود 4 میلیونه. یعنی چی باید بخورن؟ روزی 130 هزار تومان نون و گوجه هم بخورن بیشتری میشه. چه کردید با این کارگر رو؟ اصلا فکر میکنید چی میخورن؟ چجور زندگی میکنن؟ اینا مستعزفن. شمایی که با شعار دولت مستعزفین اومدید، اینا مستعزفن. به دادشون هر روز هم مستعزفتر میشه حتی شعارتون. تو هم یه دست بده کمک کن دیگه، ترمزو بکشی، این ترمزش خیلی سفته، این مال دولت‌های قبل سفت شده. تو هم یه دست بده کمک کن. آره هم دستی کشیدم هم پایی. بله دیگه چی میخوای دیگه؟ شما چی میخوای مردم؟ حالا که ما دولت به کمک مجلس این ترمز تورم رو کشیدیم، شما هم به وعدتون عمل کنید، شما هم به وظیفتون عمل کنید. آها وظیفتون چیه دیگه؟ چی میخواد باشه جز شرکت در انتخابات؟ بله ما به وعدمون عمل کرد، شما هم بگیرید، بله بکنید. نمیش کنید بیه چقدر این ترمز صفر بود، مال دولت های قبل بود. بله ما که هیچ چیز، زمان ما که تورم صفر بود، این مال دولت قبله. با کمک مجلس انقلابی و دولت مستضعفین کشیدیمش. حالا شما فقط یه چیزی بذار زیرش که دیگه بر نگردد. آره به این ترمز اعتمادی نیست حتی اون گذاشتی. نماینده مجلس گفته دشمن با بزرگ نمای فساد به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است. بابک نگاهداری، بابک تو بیا کوچک نمایش کن. چقدر میتونی این فساد کوچیک کنی؟ تا چه میزان میتونی این حجم از فساد کوچیک کنی؟ ببینم بازم چقدرش میمونه. واسه تو هیچی نی، واسه ما زیاده. واسه تو هیچی نیست، واسه مردم خیلیه. مردم حساب کتاب میکنن که این پولایی که خورده میشه چقدر میتونه زندگی ها رو عوض کنه. بابک نزنی حرفو. بابک همه چیو به دشمن رب نده، اون نده خودی که فساد هست. بابک قبول کن فساد هست، آه هست، ولی بزرگ نمایی شده. چقدر بزرگ؟ یکی جا نمیشه. اینجا روزنامه همشهری گفته
از وعده 4 میلیون مسکنی که رئیسی داده بود، گفته بود میسازم، او ساخته؟ نه نه. چقدر ساخته؟ هنو هیچ. میگن تازه استارت 1 میلیون خودشو زده، یعنی قشنگ رفتن زمین رو پیدا کردن، دورش گچ ریختن، گفتن پی بکنی، هنو نه نکندن، ولی گچشو ریختن دور زمین ها، قشنگ گفتن اینجا زن 5 طبقه، 7 طبقه، 6 طبقه، بلن آره گچاش ریختن 1,900,000. اوکی شروع میکنن دیگه، فعلا همون گچ هم خوبه دیگه، دیگه میدونی اینجا قرار ساخته بشه، اوکی تموم میشه، مهم نیست، استارت مهمه که میخوام بزنم، کی میزنم اونم مهم نیست، نیت مهمه که کردن بسازم واسون، کی نیت کردن همین الان، چقدر دیگه مهم نیست، خودو میبینید. حبیب کاشانی مال شورای شهر تهران گفته مدیریت شهری تهران مثل زمان معاویه است، دست در نکن، خسته نباشید، زحمت کشیدید، این مدیریت شهری کی آورد؟ شما آوردید، با اکثریت آرا بهش رأی دادید، زاکانی لودر انقلاب، مدیر جهادی بیاد قشنگ تحول ایجاد میکنه، میخواستید و یه تهش شدید معاویه، نه مدیریت دلوت شهری، خب مسئول اصلی شمایید، بایدید. شهرنا رئیس شورای شهر تهران گفته ماشین های پلاک شهرستان حق ندارن تو تهران فعالیت کنن، و گفته استانداردهای معاینه فنی شهرستان با تهران فرق میکنه، مال ما بهتره. آره دیگه واقعا فرق میکنه، شما اگه استاندارد داشتید که وضعیت آلودگی هوا تهران اینجور نبود، کدوم استاندارد؟ مثلا اون شهرستان با چیکار کنه؟ عوارضی قم با ماشینشو پارک کنه اسنپ بگیر بیاد تو شهر، با چیکار کنه؟ آه استانداردات رو به همه خوردن، ای تو استانداردات دوباره دست به دست هم دادیم و شعار ما میتوانیم رو عملی کردیم، و دوباره دست به دست هم دادیم و خیلی عظیمی از مردم رو بردیم سر کار. اون چقدر بردیم سر کار؟ خیلی. اون چه شغلی؟ این کوروش کمپانی هست که مردم کثیری به خاطرش ضرر کردن، الان واسه حق حقوقشون باید شکایت کنن، و از پایین ترین چیز قضایی، عریضه نویس، وکیل و خود اونا که تو دادگان رفتن سر کار، هنوز برآورد نشده چقدر شغل شدن، ولی خیلی خیلی سر کارن و سرگرم حتی، و این شب عیدی دستشون به یه جای بند شد از صدقه سر شما مردم و مسئولین. و آره بله، دیدید دیدید چقدر دعای آدم بیکار پشتتونه؟ اینا همه بدبخت، اینا همه سرمایه زندگیتونه، این همه شغلی که ایجاد کرده حتی. آره